سلام دوستان، با اولین ویدیوی دوبله شده از وبسایت فیلم تو مووی در خدمتتون هستیم و امروز میخواییم 10 تا از برترین فیلم های سال 2017 رو براتون بشماریم. The Dark Tower، رمان استیون کینگ درباره یک کابویی که میخواد برج تاریکی رو پیدا کنه و دنیا رو نجات بده. قراره در 17 فوریه بره روی پرده سینما و نقش اصلیش هم ادریس الباست. The Lego Batman Movie، با توجه به بازخوردهای فوق‌العاده فیلم لگو، لگو بتمن که توسط ویلارنت دوبله شده، قراره 10 فوریه 2017 عرضه بشه. همچنین در اون قرار شاهد بازی زگری فینکیس مشهور هم باشیم که نقش جوکر رو ایفا خواهد کرد. کانگ اسکال آیلند، این فیلم بر اساس فیلم کینگ کانگ قراره ساخته بشه. از جمله بازیگرانش میشه به تام هیدلسون، لی لارسن، ساموئل ال جکسون و جان گودمن اشاره کرد. پاور رنجرز، طرفداران این مجموعه خیلی نگرانن که بالاخره قرار فیلم این عنوان عرضه بشه، ولی با توجه به نویسنده های مشهور تلویزیونی و همچنین بازیگرانی مثل الیزابت تنکس و برایان کرنگستن که قراره در این فیلم ایفای نقش کنن، میشه بهش امید داشت. Ghost in the Shell، این فیلم بر اساس یک انیمه ساخته میشه که یک پلیس روباتیک میخواد جلوی یک هکر رو بگیره. اسکارلت جانسون هم قرار نقش اول رو ایفا کنه. باید صبر کرد و دید فیلم چطور از آب در میاد. Fast 8، در 14 اپریل دوباره این خانواده خلافکار قراره به کارگردانی اف گری گری برن روی صحنه سینما. امیدواریم فیلم خوبی بشه. Guardians of the Galaxy Volume 2، این تیم ابر انسانی دوباره برگشته تا این بار پرده از اسرار خانواده استار لوردز برداره. فیلم قرار اون حالت جالب و خنده‌دار همیشگی رو داشته باشه و این بار سیلوستر استالونه هم قراره ایفای نقش کنه. Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales، دوباره جانی دپ در قالب کاپیتان جک قراره در 26 می بره روی صحنه سینما. در این نسخه کاپیتان سالیزار دنبال جک میگرده و جک هم میخواد جلوی نقشش رو بگیره تا تمام دزدان دریایی رو نکشه. Ascendant، آخرین قسمت مجموعه دایورجنت درست مثل خیلی از فیلم‌های دیگه به دو قسمت تقسیم شده بود. با توجه به عملکرد قسمت اول، فروش خوبی رو برای قسمت دوم میشه تصور کرد. واندر وومن، پری جنکینز که سابقه کارگردانی فیلم‌های موفقی مثل مانستر رو داره، قرار این فیلم رو هم کارگردانی کنه که داستانش در جنگ جهانی اتفاق می‌افته و توش واندر وومن از بشریت دفاع می‌کنه. Kingsman The Golden Circle، با توجه به اینکه نسخه قبل خیلی موفق بود و نسخه دوم رو هم دوباره همون تیم خواهد ساخت، میشه به این فیلم امیدوار بود. این بار سرویس کینگزمن باید با مأمورین آمریکایی کار کنن تا دنیا رو نجات بدن. Uncharted، اطلاعات خیلی کمی از این فیلم منتشر شده و چیز زیادی ازش نمیدونیم. فقط میشه گفت که بر اساس داستان بازی ویدیویی موفق Uncharted قرار ساخته بشه و نقش اصلیش هم نیتن دریک خواهد بود که به دنبال شهر طلاییه. Spider-Man Homecoming، بعد از اینکه تام هالین در نسخه جدید کاپیتان امریکا در نقش اسپایدرمن ظاهر شد، اولین فیلم ابرقهرمانیش رو با محوریت اسپایدرمن بازی خواهد کرد. امیدواریم فیلم خوبی بشه. Alien Covenant، داستان فیلم درباره یک کشتی فضایی که یک سیاره رو کشف میکنه و فکر میکنه که بهشته، ولی نهایتاً فضایی ها بهشون حمله میکنن. این فیلم ادامه دهنده داستان پرومتیوس هست و مایکل فاسبندر و نومی ریپیس توش ایفای نقش میکنن. Thor Ragnarok، خب کمپانی مارول تا اینجا داستان قسمت سوم از این مجموعه رو مخفی نگه داشته، ولی کاملا مشخصه که قرار یک فیلم فوق‌العاده از آب در بیاد. Justice League Part 1، بتمن، سوپرمن، فلش، واندر وومن، آکوامن و سایبورگ بالاخره در یک فیلم دور هم جمع شدن. این فیلم قرار یکی از پرخرج‌ترین فیلم‌های تاریخ بشر بشه و زک اسنایدر هم کارگردانیشو می‌کنه. کوکو، پیکسار هیچ وقت نمیگه موضوع فیلماش چیه، ولی چیزی که تا اینجا دونستیم اینه که کوکو زندگی فردی رو به نمایش خواهد گذاشت که در طی اون رازهای گذشته خانوادهش رو کشف میکنه و نهایتاً به ارزش زندگی و خانواده پی میبره. Star Wars Episode 8، خیلی وقته که منتظرشیم و همگی هیجان داریم بدونیم چه اتفاقاتی قراره در قسمت جدید این مجموعه بیفته. هممون میخوایم بدونیم که لوچ نقشه هایی داره. این فیلم در 15 دسامبر قراره اکران بشه. Pitch Perfect 3، داستان فیلم این نسخه قبله و بعضی از مشکلات اجتماعی رو بیان میکنه. با توجه به بار طنز موجود در این دست از فیلم ها میشه امید زیادی بهش داشت. خب این بود از لیست ما درباره بهترین فیلم های سال 2017. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. من محمد صالح هاشمی هستم. جهت تهیه سایر ویدیوهامون به کانال یا وبسایت فیلم تو مووی سر بزنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.
دوستان، ما ویدیوی دوبله شده دیگه ای از وبسایت فیلم تو مووی در خدمت شما هستیم. خب بذارین این قسمت رو با طرح این سوال شروع کنیم. تا حالا به پیام‌های مخفی موجود در انیمیشن‌های والت دیزنی دقت کردید؟ دیزنی از گذشته تا کنون راه زیادی رو طی کرده و همیشه در انیمیشن‌هاش ایسترگ‌های جالبی رو مخفی کرده. به همین خاطر این ویدیو رو آماده کردیم و می‌خوایم 10 تا از رازهای مخفی در انیمیشن‌های دیزنی رو براتون نام ببریم. من علیرضا معیدی هستم.